به بعضی افراد رو بالا ببرن. ولی واقعیتی نیست که حالا نمیتونم حالا عرض کنم، به فرصت دیگری عرض میکنم. و باز به دانشمندان عرض میکنم اسلام رو ریشه یابی کنید. اسلام دین سهولت است، اسلام دین آسانیه، اسلام دین موازینه. پیغمبر فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. اسلام عقل جمعی رو بر عقل فردی مقدم می‌دارد. محال اسلام بگه 60 میلیون یه جور بگن، یه نفر یه جور دیگه بگه، اونو عمل کنید. خب این که خلاف عقله، خلاف همه چیزه. 50 میلیون یه جور میگن، 20 میلیون یه جور، شما 20 میلیون عمل کنید. این ترجیح مرجو بر راجعه که و شاور هم فلان. پیغمبر مشورت میکرده، در امور مشورت میکردن و امرهم شورا بینهم. ریشه یابی کنیم. بنده یه مقداری از این احکام رو ریشه یابی کردن. بارها بهشون گفتم آقا بیاید تو قبل از این مسائل، حالا که دیگه فایده نداره هیچی، گفتم بیاید این حرفا منو بگیرید به نام خودتون بزنید و قانون رو بر طبق او بگذرونید تا به اسلام خدمت بشه. همه حرفایی که ما زدیم تا حالا، چون بنده معتقدم بزرگان ما در شرایطی نبودن، چه از علما اهل سنت و چه شیعه، که ریشه یابی کنن. من یه وقتی یه عده‌ای از علما اهل سنت و مسیحی از آمریکا آمده بودن 5 سال قبل، به وسیله که از رفقا آمده بودن منزل ما، من اونجا بهشون عرض کردم، همینی که الان معتقد هستم بهش، عرض کردم آقا تمام آیات قرآن راجع به نداشتن حق مال کفاره، کافر حق ندارد چنین کند و چنان کند، نه غیر مسلم. و کافر غیر غیر مسلم است. کافر یعنی کسی که میداند اسلام حق است، حالا چه اسلام شیعه چه اسلام سنی، میدانه حقه و علیه او تبلیغ میکند. تمام حقوقی که شما تو رسالهای عملیه دارید، ارث نمیبرد، نمیدونم دختر نمیشه بشداد، چی چی چی، همش مال اوناست. و هیچ خلاف عقل و عقلا هم نی، کسی که میخواد از امنیت اسلام استفاده کنه، میدونه اسلام حقه و در این حال علیه او صحبت میکنه. متاسفانه گفت که صدای ما به جایی نمیرسه. سابق یعنی حالا که دیگه هیچی نمیرسه، حالا که دیگه هیچی، حالا که دیگه الحمدلله جوری شدیم که در یک ذره از گناهان این آقایون شریک نیستیم. سپاس مر خدا را، هم مر خدا را، خدا جوری کرد که ما در این گناهان آدم کشی و فشار و شکنجه که یکیش کافی آدم رو خالد در جهنم کنه. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. قتل یه نفر غیر قتل یک جریانه. این آیه رو روایات تفسیر کرده به قتل جریان. شما یک جریان رو میکشید، یه جریان دیگه رو احترام بهشون میگذارید، این جزاش جهنمه، خالدم فیها. بنده الحمدلله هیچ نیستم، ما رو مخالف میدونن با این حرفا، شکر میکنم خدا را. میگن که حالا 4 تا دور و پرشو گرفتن، حالا اون 4 تا گرفته باشن یا نگرفته باشن مهم نیست، با اینکه مردم مهمن، همش مردمن، هیچی غیر مردم نیست. ما آخوندار مردم اداره کردن، چطور شده با مردم درگیریم؟ اون آخوندی که با مردم درگیر میشه بیانصافی میکنه، کیفرشو میبیند. آیا آخوندار کی اداره کرده در طول تاریخ؟ مردم، از دهن زن و بچهشون کم کردن دادن به من خوردن. 18 سال تمام بلا استثناء شب جمعه رفتم تهران منبر برم، 4 شی بگیرم زیر بار بعضیا نرم. 2 ماه محرم و سفر بلا استثناء میرفتم تهران، برمیگشتم صبح میومدم مرز حقانی سابق درس میدادم و دوباره بعد ظهرش مسجد امام و میرفتم، برای اینکه زیر بار کسی نرم. غیر از خدا و غیر از ائمه معصومین و غیر از خوبان و غیر از پاکان و غیر از قرآن و احکام اسلام. نکته آخرم، تمام از آن دارن میگن آقا این امام جماعت ها مشکل دارن،
منم خیلی پر حرفی کردم، معذرت میخوام، چون من بنا بود صحبتی بکنم برای عده خاصی باشد، مطالعه اونجوری کرده بودن دیگه، مطالعه نکرده بودن برای اصناف مختلف. یه کسی بود گفتن منبر میرفت محل ما سابقه، خیلی بی سواد بود مثل من. اون وقت این عنوان کلام فشارکی هست، شرح هدیه مارمزونه، در اونجا دارد که حفظ میکرد، در اونجا دارد اگر اینجا مناسب بود ذکر مصیبتی بشود و اگر مناسب نبود رد بشود. من همینا را میخوند، اگر مناسب بود ذکر مصیبتی بشود، بعد مصیبت را میخوند، بعدم رد میشد. نکته بعدی این که آیان مسئله اتحاد، اتحاد بین مسلمانان است. میگن آنچه را اختلاف به وجود و ظالم و مظلوم همیشه اختلاف دارد. راه اتحاد بین مسلمین را هم آقای بروجردی بیان کرده، بعضی هاشو من کلک میدونم، قبول نمی کنن، دانشمندان اهل سنت قبول نمی کنن، میگن شما داری کلک به ما میزنی. این آیت الله واعظ‌زاده خراسانی رو شما برید بحثی داره، آقای بروجردی قدس سره مرجع علی اطلاق وقت خواست که هم احادیث شیعه بنویسد. برادران اهل سنت، ما به مسلمان ها اینجوری می نگریم. خواست بنویسد جامع احادیث شیعه. آیت الله واعظ‌زاده خراسانی که جزء اصحاب اون نوشته بود میفرمود که کتاب و طهاره را ما نوشتیم، روایات شیعه را جمع کردیم، روایات از کتب اهل سنت این جمع کردیم، رسیدیم به کتاب و صلات، یه مقدار از کتاب و صلات را هم نوشتیم. یه دفعه دیدیم آمندسن آزاده آقای بروجردی آمد گفت که آقا میفرماد که تمام این روایاتی که از اهل سنت نقل کردید خط بزنید و پاک کنید. ما مجبور شدیم اونا رو پاک کردیم، جامع احادیث شیعه شد مال روایات شیعه. بعد یه روز آمندسن آمد گفت میدانید چرا آقا فرمودن خط بزنید؟ گفتیم نه. گفت برای اینکه اینقدر فشار آوردن به آقای بروجردی که تو داری تشیع رو از بین میبری. آقای بروجردی از فشار ترس عوام فریبا مرتجعا مجبور شد که روایات اهل سنت، بابا روایات اونا رو نوشتن که تشیع از بین نمیره، تشیع به اینه که بیا آخونداش دزدن، این است تشیع از بین میبره. در مقابل 200 میلیون بگی آخوندا بچه هاشون دزدن، خودشون هم دزدن، 30 سال دزدی شده، چه حکومت تشیعیه که 30 سال دزدی شده، تازه حالا فهمیدن، تازه حالا فهمیدن. حالا البته پولا دلارام که میره ترکیه که اونم تکذیب میشه، من نمیدونم. به هر حال تشیع را نسبت دزدی میبرد، اینا افترا است، اینا تعذیر دارد. حق نداره آدم به یک کسی معلومی بگه آتو دزدی، اونم در مقابل 200 میلیون بیننده، چون اون شب در مناظره 200 میلیون بیننده بوده. مگه کسی حق داره هر حرفی رو بزنه؟ بله کلی مانعی نداره، یه عده تو این نظام دزدی کرده، خب بله برید ببین. اما این افترا، این تعذیر دارد. گویندش اگه سوگن خورده در مجلس که احترام مردم رو حفظ کنه، حنس قسم کرده. چون میدونید در مجلس یادتون باشد در مقابل قرآن به خدا سوگن میخورن، این هم کفاره داره، هم حنسش معصیت کبیره است. دوباره چجور روز از نو، روزی از نو، گو از ارومزادگیش دروغ میگه و الا امام زمان رو میبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.